پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است؟ آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست ماه محرم؟ بناله گفت ماهی که خلق جمله افلاک در غم است. گفتم برای که؟ به فغان داد این جواب: ماه عزای اشرف اولاد آدم است. این ماه گشته کشته به صحرای کربلا سبط رسول تشنه لب. این غم مگر کم است؟ آید به سوی خلق ز یزدان همین پیام: نیلی ببر کنید که ماه محرم است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حسین ابن شهید. سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیزم، شما عزاداران امام حسین. امیدوار هستم که شما عزیزان عزاداری هایتان قبول باشه و میفهمم که شروع کردین با استقبال ماه مبارک محرم همزمان با سیاه کردن های خانه ها و تک خانه هایتان، رخت سیاه برتن کردین و شال عزا برتن کردین. میفهمم که به استقبال ماه محرم رفتین و امیدوار هستم که این استقبال و این عزاداری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرم و همزمان با به هر حال شعور حسینی را هم پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی از این که ما فقط به عزاداری نپردازیم، فقط رخت سیاه و شال سیاه بر تن نکنیم. چه خوب است که همزمان با عزاداری ها بیاییم ببینیم که قیام عاشورا و مکتب عاشورا چه درس هایی برای ما و شما داشتن. و به همین نسبت امروز هم با شما عزیزان هستیم و میخواییم که صحبت‌هایی داشته باشیم با شما عزیزان از برنامه روشنا نسبت به آموزه های مکتب عاشورا. خانم فتحی عزیز هم امروز در استودیو هستن. سلام میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم و آرزو میکنیم که سهرمند باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدوارم خداوند متعال که امروز روز اول ماه محرم است، عزاداری های ما را به درگاه خودش قبول بفرماید. الهی آمین. تشکر میکنیم خانم فتحی و همه شما عزیزان بینندهی که همزمان و همگام با برنامه ما هستین. از همین شروع صحبت و به هر حال برنامه روشنا خدمتتون بگویم که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشین. شما هم وطنای خوبم، شما هر کسی که به هر حال امروز بیننده برنامه هست و در هر جایی که هستین با ما در ارتباط باشین، پیام های تسلیت خودتان را برای ما ارسال کنین و به هر حال فکر میکنین که از قیام عاشورا و مکتب عاشورا که خود مثل یک دانشگاه هست چه درس هایی گرفتین و اهداف و قیام عاشورا را شما از نگاه خودتان چه برداشت هایی داشتین، چه تحقیقی داشتین، میتونین با ما در ارتباط باشین و اینها را هم به اشتراک بگذارین برای ما. مثبت 964-780-255-413 نمبر واتساپی ما هست، میتونین با ما در ارتباط باشین. و اما میپردازیم به این موضوع. ما گفتیم که قیام عاشورا و مکتب عاشورا یک دانشگاه هست خانم فتحی و درس های بسیار زیاده داره برای ما. حالا میخواییم ببینیم که وقتی ما میگیم قیام عاشورا مثل یک دانشگاه است، مثل یک مکتب است و برای ما درس ها و آموزه هایی داره، پس اینا چی چیزهایی هستن؟ چه آموزه هایی داره برای ما؟ ما صرف فقط ماه محرم به این معنا فکر نکنیم که صرف بیاییم فقط عزاداری کنیم، فقط ناله کنیم، گریه کنیم، به سر و صورت بزنیم، رخت سیاه بپوشیم، سیاه پوشی کنیم، فقط به این موارد ها نپردازیم، اینها را انجام بدیم. در پهلوی اینها هم باید بیاییم به مسائل دیگه هم فکر کنیم، بیاییم تحقیق کنیم و بشنویم موضوعاتی که چه آموزه هایی داره برای ما قیام عاشورا. بله، همونطور که شما فرمودید ما امروز قرار است که با
برخی از آموزه های مکتب امام حسین علیه السلام بپردازیم. و خوب است که این را بدانیم که چه ضرورت دارد که ما میخواییم پیرامون مکتب عاشورا صحبت بکنیم. یعنی ضرورت این امر چیست که ما هر سال این موقع عزاداری بکنیم، سیاه پوشی بود داشته باشیم. خوبه که این را بر خود ما بفهمانیم و با اون شعور حسینی وارد این ماه عزیز بشیم. وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، خداوند از اینکه ما شعائر او را گرامی بداریم ما را تشویق میکنه. شعائر او را، شعائر خداوند متعال را. خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یعنی هر کس که شعائر الهی را بر پا بدارد، او به تقوای الهی نزدیک تر است. حالا بیایم بپذیریم شعائر. بله. این شعائر چیست؟ چیست؟ بله. این شعائر اون علامت ها، اون نشانه ها، اون چیزهایی است که ما را به یاد خداوند متعال می اندازد. شعائر همون شعار می شه. بله. درست؟ علامت، نشانه. علامت. درست. به عنوان مثال، مثلا حج، خداوند اون رو به عنوان یک شعار خودش قرار داده، یک علامت نشان داده. می فرماید که ان الصفا والمروه من شعائر الله. بله. پس می بینیم که اگر حج به جا می آوریم و اون اعمالی که در حج نهفته هست، ما رو به یاد خداوند می اندازد. بله. یکی از شعائر الهی که ما را سوق می ده به سمت خداوند متعال، محرم است و نهضت عاشورا است. خب اگر ما بیم در مکتب عاشورا چیز بیاموزیم و همونطور که امام حسین علیه السلام می آموزد بر ما، امام حسین علیه السلام در مکتب خودش بر ما عزت، کرامت که مال انسان است، یعنی انسان کریمانه باید زندگی بکند، آزادانه باید زندگی بکند، شجاعت باید داشته باشد. بله. همه اینها آموزه هایی است که در مکتب امام حسین علیه السلام نهفته است. بله. بله. و ما میتونیم که اینها را فرا بگیریم. درست. و خلق ما، منش ما، رفتار ما، نوع زندگی ما حسینی بشد. دقیقاً. یعنی تمام اینها را ما بیاییم در زندگی خود ما تطبیق بدهیم. بله. اولی که باید پشتش باشیم بفهمیم که این آموزه ها چی هست. بله. یعنی امام حسین چگونه زندگی کرد، چگونه راه و رسم داشت، ما اونا را متوجه شویم، بفهمیم، بشناسیم و بعد همه اونا را در زندگی تطبیق کنیم. بله. اون وقت میشه ما حسینی. بله. یعنی ما به گونه رفتار خواهیم کرد که هر نوع زندگی کردن را انتخاب نکنیم. بله. امام حسین میتوانست که زندگی بکنند. اما فرمودن که من زندگی عزتمندانه را انتخاب میکنم و حتی اگر به نبود خودش، به نبود یارانش، خانوادش بیانجامد. و امام حسین این را انتخاب کرد. خب ما اگر اقتدا بکنیم به امام ما و ما هم این نوع، این سبک زندگی را انتخاب بکنیم، عزتمندانه زندگی ما. بله. و هر کسی به نسبت خودش میتونه از مکتب امام حسین چیز بیاموزد. بله. از اخلاقیات باشد، مسائل اعتقادی باشد، مسائل احکام باشد. یعنی دیگه تمام جنبه های زندگی رو در بر میگیره. بله. امور اجتماعی باشد. بله. سیاسی باشد، در این نهضت وجود دارد. خب امروز ما به یک مسئله میپردازیم که اون یک فریضه است اولا، و در بدن خودش این فریضه حقوق انسانها را میبینیم درش رعایت شده است. درسته. و اون بسیار اهمیت داره، چنان که آیات قرآن در زمینه این مسئله وجود دارد. بله. اون نماز است. نماز است. بسیار خوب. خانم فتی، چون میخوایم که موضوع برپایی و به هر حال برپایی نماز و اقامت نماز ما شروع کنیم، یک بحث بسیار گسترده هست و بحثی است که جا داره که بسیار با جزئیات کامل ما نسبت به او صحبت و گفتگو کنیم. ما میان برنامه فعلا آماده داریم که تقدیم میکنیم، بعد از اون میپردازیم به این موضوع و کاملا برپایی نماز را باز میکنیم برای عزیزان بیننده ما. خون حسین میدهد این پیغام، من کشته شدم تا زنده بماند اسلام.
زین رو فقط شرط حسینی بودن انجام فرایض باشد و دوری از حرام. خب مرام امام حسین برای حدی پوشیده و پنهان نیست، همیشه مرام خود در طول مسیر راه حسین از مکه و طرف عراق بیان کرده و برای احدی پوشیده و پنهان نیست روشن کرده که حسین امام حسین اشاره به حلال و حرام داشت و به تعطیل بودن حدود الهی داشت. این به اینها اشاره میکرد، میگفت حدود الهی تعطیل است، به حلال و حرام عمل نمیشه، فساد در جامعه استرده شده، نور محمدی در شرف خاموش شدن است، فضیلت و یک تاپرستی اعتبار خود را از دست داده، من میخوام اینها را زنده کنم. امام حسین میفرمود این اسلامی که یزید دارد اسلامی من نیست، اسلام جد من نیست، من میخواهم اسلام جد خود را برای جامعه معرفی کنم. علل قیام امام حسین استادگی در برابر ظلم و ظالم بود و امام حسین علیه السلام با قیام خود میخواست این درس به بشریت به جهان بده که تا زمانی که هر جایی که ظلم باشد باید در مقابل استادگی کرد و هیچگاهی تن به ظلم و ظالم ندی. از او جایی که آقا امیرالمومنین از دورانی که در خانه نشین شده بودن از اون موقع گرفته، دوران غریبی امام حسن مشوا علیه السلام و دوران خود امام حسین علیه السلام دورانی بوده که یک تعدادی به نام مسلمان اما فرمسال خواستن با دست هایی که از بیرون اداره می شده نام اسلام، نام فرمسال مسلمان بودن و اسلام را خلاصه زیر ببرن و فرمسال فساد و فحشا و امثال اینا را بالا بیارن. خب از اون طرف دیگه هم بحث خود نامه هایی بوده که فرمسال به ظاهر مسلمان ها یا خلاصه در کل مسلمان هایی که بعدا اشتباهات رخ داده، اینا همه نامه هایی که برای حضرت فرستاده بودن. این هم میتونه اللحاظ ظاهری، نه که حضرت نفهمه که چه اتفاقاتی قراره برش بیفته، خب این مشخص بوده، اما به اصطلاح ظاهریش میشه گفت که نامه ها یکی از دلایل بوده که حضرت حرکت کرده از مدینه به طرف مکه و همچنین به طرف کربلا و علت قیام امام حسین را علیه السلام را خود ایشان زیباتر و جامعتر در روایات برای ما نقل فرمودند که فرمودند ایشان که من برای اصلاح امت جد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برپایی امر به معروف و نهی از منکر قیام نمودم، که خیلی زیباتر با قیام آخر الزمان، قیام آقا امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار میکنه این موضوع. خب عزیزان همیشه همراه، از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری از برنامه روشنا همراه شما عزیزان و عزاداران امام حسین یک جا و همراه هستیم. موضوع برنامه امروز ما آموزه های مکتب عاشورا هست و صحبتی که میکنیم یکی از آموزه های او برپا داشتن نماز است و میپرسیم از خانم فتی عزیز که خانم فتی، ما آموزه های زیادی دارن مکتب عاشورا که یکی از او را امروز ما صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم که برپا داشتن نماز هست و اینکه چرا نماز مورد تاکید و توجه اهل بیت هست برای ما. بله، خوب است که ما با عنوان یک پیرو ائمه علیه السلام این سوال ها را به خود ما بقبولانیم، جواب بدیم که چرا اهل بیت علیه السلام تأکید فراوان کرده و نماز که او بپا داشته شود. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که واژه همین صلات یعنی نماز 60 بار تکرار شده. اگر با مشتقاتش ما در نظر بگیریم 98 بار این واژه در قرآن تکرار شده. و روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که میگه معراج مؤمن است، مرز بین کفر و ایمان نماز است، ستون دین است. خب ما این اهمیت نماز را میدانیم به عنوان یک مسلمان. امروز به این بحث میپردازیم که چرا امام حسین علیه السلام حاضر شدند در روز عاشورا در موقعی که نبرد است نماز خودش را بخواند. یعنی با وجودی که جنگ جریان دارد، بله، همگی استراب استرس از دست دادن جان خود دارن، ولی باز هم با وجود تمام این مسائل امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا به نماز خود ایستاده میشن.
و در روز عاشورا میدونیم که چند نفر سپر جان امام شدند تا امام نماز خواندند. یعنی حضرت بسیار به اصحاب خودشان تاکید داشتن، احترام داشتن، اونها رو بسیار دوست داشتن. اما وقت نماز شد، یعنی امام برخی از یاران خودش به خاطر نماز از دست داد. خب پس ما میبینیم که نماز بسیار اهمیت فراوان دارد و من که امروز پیرو امام حسین علیه السلام هستم و میخواهیم که این شعار الهی را، این نشانه الهی را که نهضت عاشورا باشه برپا بداریم و ما به عنوان یک پیرو آیا وقتی که میخواهیم عزاداری بکنیم به این توجه داریم که بسیار که توجه ما را متاسفانه از خودش دور میکنه زمان عزاداری است. یعنی ما عزاداری میکنیم، بله، سینه میزنیم، اما از آن که میشه متوجه نیستیم که باید عزاداری اینجا به پایان برسه و نماز خوانده بشه، چون امام حسین علیه السلام خودش این کار را انجام داده است. بله، یعنی خودش یک نوع درس بوده برای ما که در حین سختی، مشکلاتی که در جنگ هستن، باز اون جنگ را گوشه میمانن و به عبادت و نماز خود میپردازن. یعنی اینو فکر کنیم خانم فتیگای، وقتا مثلا ما خود ما را که مقایسه میکنیم مثلا میبینیم هیچ گپ هم نیسته، نه تو در سختی استیم، نه قدر فشار استیم، هیچ گپ هم نیست، بازم ببینی که وقت نماز میگذره و توجه نمیکنیم و تاکید نداریم به اون موضوع. ولی متاسفانه که ببینیم که مثلا عزاداری هم میکنیم، به تکه خانه ها میریم، البته اتو قسم نیست، من میفهمم که هر کدام از عزاداران امام حسین، از هموطنهای خوب ما، از بیننده های خوب ما، هر کدامی که حسینی هستن مطمئنن کسایی هستن که به نماز خودشان هم توجه دارن، یعنی اون شعور حسینیشان با شعورشان یک جای هست. پس هدف همین است که ما اگر اقامه عزا میکنیم از مکتب امام حسین چیزی هم یاد بگیریم. شاید نماز یک علامت است، یک نشانه است که بدون واسطه، یعنی بین خداوند متعال و بنده انجام می شود و امام حسین علیه السلام این هدف را محقق کرد در روز عاشورا و نماز را برپا داشت. خب اگر ما از این علتش بدور بشیم، خب یکی از علتها این است که نماز ارتباط بدون واسطه با خداوند متعال است. علت دیگری که میتونیم ما در نظر بگیریم این است که قبل از این که ما با خداوند متعال ارتباط بگیریم، باید حقوق انسانها را در نماز رعایت بکنیم. درست. حقوق اجتماعی مردم را احترام بهش داشته باشیم. با عنوان مثال، ما اگر نماز بخوایم بخوانیم مقدمات دارد، درست است؟ یعنی خداوند متعال اون نماز را از ما میپذیرد که حقوق انسانهای دیگر رعایت شده باشد. آبی که وضو میگیریم، بله، آبی که بایش وضو میگیریم باید قصبی نباشد. مکانی که نماز میخوانیم قصبی نباشد. چقدر یعنی خدا رو شکر دین کامل هست که تمام جزئیات در بر میگیره. بله. همون نماز هم خودش با شرایط داره. بله. پس نماز واقعی نمازی است که خداوند از من بنده میپذیرد که حقوق سایر انسانها را رعایت شده باشد. پس ما به عنوان یک پیرو، به عنوان کسی که در روز 5 وقت یا 3 وقت نماز را به پا میداریم، میخوانیم، متوجه این مسئله باشم که در این آب که من وضو میگیرم حق دیگری نباشد. در مکانی که می روم قصبی نباشد. رفتیم مثلا به تفریح، به یک مکان رفتیم که مال ما نیست و چند سباه اونجا هستیم، یک روز دو روز هستیم، خب بهتر است که من توجه داشته باشم که آیا رضایت اون شخصی که مالک است بر من این اجازه را داده است که نماز بخوانم یا نخوانم. بله. لباسی که من نماز می خوانم بهش باید دقت بکنم که آیا مباح است، یعنی مباح بودن یعنی مشروع بودن، یعنی مجاز بودن، یعنی مجاز باشد. یعنی که قصبی نباشه، یعنی از کسی
از کسی که گرفته شده شد باشه او باید رضایت داشته باشه. بله. مثلا پولی که ما در میاریم، کاری که ما میکنیم، این کار باید حلال باشد. بله. که به واسطه اون پول که من لباس میخرم، اون لباس مباح باشد و من بتانم نماز را بپا بدارم. بله. پس میبینیم که در نماز این ویژگی ها رعایت میشود. خب اگر انسانی که در روز 5 یا 3 وقت نماز میخونه توجه به این امور داشته باشد، آیا این شخص دیگر گناه خواهد کرد؟ این شخص دیگر ظلم خواهد کرد؟ در بیت المال آیا تعدی خواهد کرد؟ خیر، چون میداند که امام او به این نماز توجه داشته است. یعنی امام حسین علیه السلام وقتی که به سرزمین کربلا وارد شدن، اون قسمت هایی که امام خیمه زدن، نبرد کردن، نماز خواندن و حالا که قبر مقدسش اونجا هست، اینها رو خریداری کرد امام. یعنی سرزمین نیست، زمین نیست که امام حسین در اونجا قصد کرده باشد. پس من پیرو هم به امام خودم اقتدا میکنم و توجه میکنم به نماز خودم که این نماز واقعی چگونه باید باشد، با چه شرایط برپا شود. درست. پس من اگر عزاداری میکنم امروز و یکی از فرائض اون نماز است که حتی در خلوتترین جا بپا داشته بشد، مثلا در پستوی خانه باشد، در پس خانه باشد، خداوند متعال با شرایطش اون را از من میپذیرد که این شرایط رعایت بشد. پس میبینیم حقوق مردم در نماز باید رعایت بشود. خانم فتحی 2 دقیقه در همین مورد صحبت میکنیم، بعد چلا یک میان برنامه داریم. بله. پس ما ابتداءن در نماز قبل از این که خدا محوری باشد، بله، دیگر محور بودن مطرح است. یعنی چی؟ یعنی حقوق انسانهای دیگر را رعایت بکنیم، بعد نماز بخوانیم و اون نماز را خداوند از ما میپذیرد. اگر خدا در پیشگاه خداوند حق الناس اهمیت داره و حق الله. بله. حق الناس بیشتر اهمیت داره تا حق الله. بله. مثلا اگر کسی خدایی نکرده غیبت کرده باشد، در روایت داریم که 40 روز نماز این شخص پذیرفته نمیشود. اگر در لباس غصبی نماز خوانده باشد، اگر با آب غصبی وضو گرفته باشد، مثلا زحمتون بکشه از آخرشون بیفایده باشد. پس واقعا اگر اسلام را ما دقیق مطالعه بکنیم، یعنی حقوق بشر واقعی اینجا محقق میشه. یعنی ما کوچکترین حق را از کس را تضییع نمی کنیم، حتی اگر فریضه ما باشد. یعنی خود خداوند نماز را بر ما واجب کرده است، اما نماز را میپذیرد که در اون شرایطش محقق شده باشد. و نماز من اون وقت معراج من خواهد بود که مرا اوج خواهد داد، مرا به قلعه انسانیت خواهد رسید که حقوق انسانهای دیگر رعایت بشود. و این آموزه هست که در مکتب امام حسین علیه السلام به اون توجه می شود. و چه آموزه هم هست، به خاطر از اینکه همون قصه که شما در شروع صحبتتان گفتین، نماز ارکان دین هست، معراج مؤمنین هست، ستون دین هست. یعنی هر چقدر که بگویم در این مورد بازم کم هست. و ما اگر بخوایم که به خوشبختی و به جایگاه بالای زندگی برسیم، باید برپا داشتن نماز رعایت کنیم و داشته باشیم، و او هم با شرایط و اصول بسیار اساسی که خانم فتحی بیان کردن. خب ما کلیپ آماده نشر داریم، تقدیم میکنیم خدمت شما هموطنان خوب و شما بیننده های محترم. بعد از او همچنان با برنامه روشنا همراه باشیم. قال الحسين عليه السلام اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك
و یعمل المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک. خداوندا تو میدانی که قیام ما برای رقابت در رسیدن به ریاست یا به چنگ آوردن مال و ثروت نیست، بلکه هدف ما این است که دین تو را برپا بینیم، در بلادت اصلاحات را بنمایانیم، بندگان ستم رسیده ات آسود خاطر شوند و به واجب و سنت و احکام تو عمل شوند. خب عزیزان همیشه همراه با برنامه روشنا به صورت زنده و مستقیم، شما عزیزان همراه هستین. موضوع برنامه ما آموزه‌های مکتب عاشورا و برپا داشتن نماز هست. خانم فتحی، موضوعات بسیار خوبی را نسبت به نماز و برپا داشتن نماز همراه شما عزیزان گفتگو کردن و بپردازیم به این موضوع که آثار نماز واقعی چی هست. خب ما وقتی میگیم برپا داشتن نماز، خب به هر حال نماز هم از خودش احکام داره، اصول داره، شرایط داره و یکی مشخص قسم و چگونه میتونیم یک نماز صحیح و نماز واقعی برپا کنیم، خود از او هم صحبت داره و گفتگو داره که خانم فتحی عزیز برای شما بیان میکنند. خانم فتحی، آثار نماز واقعی چی هست؟ خداوند متعال این را پاسخ داده است، فرموده است که نماز انسان را از فحشا و منکر و دور میکند. پس ما ببینیم که نماز میخوانیم و بر ما چه پیامدهایی دارد. آیا منی که نماز میخوانم دوباره همون انسان هستم که خدای نکرده قبلن بودم؟ بله. گناهی میکردم و توبه کردم. بله. امروز که به عنوان یک پیره و واقعی هستم و عزاداری میکنم بر امام حسین علیه السلام، آیا مرا نمازم از منکرات، از فحشا به دور داشته است یا نه؟ به هر اندازه توجه بکنیم که اگر به دور هستیم از منکرات، به همون اندازه نماز ما به درگاه ایزد منان قبول شده است. یعنی نماز، اما قسم که میگیم، باعث یک تغییرات در وجود ما باشد. مثلا اگر ما تا دیروز یک آدمی بودیم که به هر حال رعایت نمیکردیم بسیاری از اصول اسلامی و دینی اخلاقی را، ولی وقتی نماز میخوانیم باید تغییراتی در وجود ما ایجاد شود. اگر نشود بفهمیم که نماز ما مشکل داره. بله. و باید نماز خود ما را درست بکنیم. یاد کنیم که علت چی است. بله. عرض شد که در نماز قبل از این که ما حقوق خداوند را رعایت بکنیم، حقوق مردم را رعایت میکنیم. پس احترام اجتماعی به اصول اجتماع، به اون چیزی که در جامعه هست، بسیار اهمیت دارد و من مسلمان ابتداءً به مواردی که به حق مردم برمیگرده باید توجه بکنم. بله. من خدای نکرده با آب غصبی، با ریختن آب روی کسی که غیبت او را بکنم و موارد دیگر، اینها را رعایت بکنم، بعد نماز بخوانم. اگر خدای نکرده رعایت نمی کنم، بدانم که نماز من نماز واقعی نیست که من از منکرات بدور بدارد. نماز واقعی انسان را منضبط می کند، انسان را وقت شناس می کند. این نمازی که سر وقت خوانده می شه. بله. ما بسیار تأکید فراوان داریم که نماز در اوقات خودش خوانده بشد. امام رضا علیه السلام روایت از ایشان هست که میگه زندگی خودتان را به سه گونه اوقاتش تقسیم بندی بکنید. بخشی از زندگی ما باید مربوط به کسب و کار ما باشد. بالاخره زندگی خرج داره، هزینه داره. بله. باید ما تلاش و سعی بکنیم. و امامان ما این گونه بودن، کشاورزی میکردن، خودشان کار میکردن برای درآمد خانواده خودشان. امام میفرماید بخش را پس برای کار و کسب بگذارید، بخشی از اوقات خودتان را برای خانواده. بالاخره انسان موجود اجتماعی است، نیاز داره به ارتباطات. درسته. و تفریح، با بودن با خانواده، و بخش را برای عبادت بگذارید. درست. پس نماز یک عبادت است و اگر ما متوجه این امر باشیم که
الان زمان نماز است. هرچند که من در عزای امام حسین علیه السلام هستم، سخنرانی است، سینه زدنی است، هر چیزی که است بهر سینه میخوانند، اما من توجه داشته باشم که صدای اذان بلند شد باید نماز را برپا بدارم. بله. و امام من در روز عاشورا در اون سختی اون روز این کار را انجام داده است. چه خوب است که ما در مراسمی که داریم، روزخانی است، مداحی است، تک خانه های ما کل این گپ رعایت کنن. به محض که صدای اذان میشنون تمام، اگر روزخانی است، اگر سینه‌زنی است، اگر هر گپ است، کلش قطع کنن و صدای اذان پخش شود و همگی به اقامه نماز بلند شوند، نماز برپا بدارن. چون اصل آموزه مکتب عاشورا همیست دیگه. الان اگر بگویم اذان پخش میشه، هنوز کلگی سینه میزنن، هنوز کلگی روزخانی میشنون. خب هیچ تطابق نداره با هم، هیچ تطبیق نمیشه. ما مکتب عاشورا به ما چی میگه، هدفش چیست، ما چی میکنیم، این نکته ها رعایت شده بسیار میتونن مفید باشه. پس نماز واقعی من پیرو اهل بیت علیه السلام را باید منضبط بکند، وقت شناس باشم که چه وقت عزاداری بکنم، چه وقت نماز بخونم، چه وقت کسب و کار داشته باشم. این یک نکته است. نکته دیگر این است که من مسلمان، من پیرو اهل بیت علیه السلام قبله شناس باشم. یعنی اون مثالی که هست میگن که نباید اصحاب باد باشیم، یعنی هر طرف که به نفع ما بود به همون طرف باید باشیم. این است که هر چند به ضرر من باشد باید من حرف حق را بگویم. قبله من اون جایی هست که امام حسین علیه السلام با او اقتدا کرد، ابراهیم علیه السلام او را بنا کرد و من که پیرو هستم به این گونه باید عمل بکنم که قبله شناس باشم. خدای نکرده نفع من به این نباشد که این امور مقدس را زیر پا بگذارم و به خاطر دنیا و یا اینکه حتی کسی از من ناراحت باشد. درست. چون برخی ها میگیم که امر بالمعروف بکنید، میگه که ناراحت میشه. و ما بیم از امروز تصمیم بگیریم که به خاطر خداوند، به خاطر امام حسین علیه السلام یک مسائل را باید بیان بکنیم، هرچند که کسان بله از ما ناراحت بشن و کسان از ما دلگیر بشن. درست. اما حرف حق باید بیان بشود. خب در مجلس امام حسین علیه السلام هستیم، اگر میبینیم که وقت نماز است و ما توجه به این امر نداریم، بله، اونجا تذکر بدیم که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نماز خوان و باید ما امروز که روز عزاست باید این کار را همیشه انجام بدیم، علل خصوص در اون روز و دیگران ما را با امام حسین علیه السلام میشناسند. پس اینم اثر نماز است که مرا منضبط میکند. اثر نماز این است که انسان از آلودگی های باطنی و ظاهری پاک میکند. شما ببینید که ما وضو که میگیریم، بله، پنج نوبت یا سه نوبت در وقت نماز دست و صورت خودمان را میشوریم. بله، این آلودگی جسمی. این آلودگی جسمی، یعنی در جسم من مانع از رسیدن آب نباشد. حالا نجاست است یا یک چیز دیگری که مانع است، آب است. پس در اعضای وضوی من نباید باشد. باز مثلا بر پشتوانه عضو مثلا احکام ما هست که مثلا رخت و لباس ما باید پاک باشد. بله. ما به خاطر نماز اگر رخت ما مثلا لباس ما اگر آلودگی داره، او رو میریم تبدیل میکنیم که چی، که رخت و لباس ما برای نماز پاک باشه. پس نماز ما را باعث پاکی جسمی میشه. بله. توجه پاکی روحیش که دیگه بسیار بله. عمیق است. در عزاداری ها باید به این امر توجه باشد که کسی که میخواد سینه بزنه برای امام حسین علیه السلام، قربانی که میکنن، لباسشان تمیز باشد، اعضای بدنشان که نماز میخوانیم در هنگام نماز باید پاک باشد، نجاست در او نباشد. پس این پاکی ظاهری. حالا که هوا بسیار گرمی هم هست، گرمی بسیار زیاد است، خب بیشتر باید رعایت شود. حالا پاک در عزاداری امام حسین که میرن با یک رخت پاک، با یک چادر پاک، با یک
تمیزی و پاکی و نظافت برن، چون گرمی هم هست و به هر حال قسم نباشه دیگه که خب بریم، حالا دیگه بریم، فقط شرکت کردن برشان اهمیت داشته باشه و ای که برن شرکت کنن، ناله کنن، گریه کنن. البته من نمیگم که اینها رو انجام نتن، اینها هر کدام اجر و ثواب خاص خودش داره، ولی خب رعایت بسیار از اصول هم بسیار مهم است. بله. یا اینکه خدای نخواسته کسی از برادر یا خواهر دینی خودش دلگیر باشد، یعنی ما نماز ما که همراه باشد خدای نکرده با کینه، با حسادت، با این گونه موارد نمی سازد. پس من اقتدا می کنم به امام حسین علیه السلام و به خاطر امام حسین علیه السلام می بخشم. و امروز وقتی که می خواهیم نماز بخوانم و به عزای امام حسین بنشینم، این گونه نماز می خوانم که جسم ما و روح ما پاک باشد و این اثر نماز واقعی است. خانم فتحی، ما همیشه مثلا فکر می کردیم که با شروع ماه رمضان، ماه مبارک رمضان روزه می گیریم، پس بیایم دل و قلب خود ما را پاک کنیم، کینه نداشته باشیم، کدورت نداشته باشیم، غیبت نکنیم. یعنی همزبان با که زبان ما روزه است، می گفتیم که دل، قلب، چشم، گوش همگی روزه باشن. حالا که میگیم، شما مثلا بیان میکنید میگین ماه محرم هم باید همین گونه باشه، دیگه این بسیار زیبایی زیادتر را ایجاد میکنه برای ما. چرا که دلی که پاک باشه، دلی که کدورت در اون نباشه، دلی که کینه در اون نباشه، عزاداری امام حسین در او بسیار بسیار اهمیت داره. پس ماه محرم هم خودش میتونه مقدمه‌ای باشه برای ارتباط دوستانه، برای این که ببخشیم همه گیره و کینه ها و کدورت ها را از دل و قلب ما پاک کنیم. و این اثر نماز واقعی است. اثر دیگری که میتونیم بر نماز در نظر بگیریم این است که انسان بر احساسات خودش، بر غرایز خودش کنترل باید داشته باشد. خب وقت عزای امام حسین علیه السلام است، ما خوب است در مجالسی که شرکت میکنیم این را در نظر داشته باشیم که در کدام مکان نشستیم و به عزای کی ما نشستیم، باید چگونه رفتار بکنیم، چگونه برخورد داشته باشیم. خب شما در نماز حالا به چند دقیقه که اختصاص میدیم به نسبت هر کسی که 10 دقیقه 15 دقیقه بیشتر اختصاص میدیم بر نماز، میبینین چقدر اصول درش رعایت میشه. همین نمازی که ما میتونیم با او با نماز اوج بگیریم، نکات بسیار ظریف در او رعایت میشه. مثلا چیز حلال مثل خنده کردن حلال است، یعنی ما نماز نخوانیم بخندیم مشکل نیست، اما وقت نماز میخوانیم اجازه خندیدن نداریم. بله. و نماز ما باطل میشود اگر درست بخندیم و این گونه رفتار بکنیم. پس امروز من اگر عزای امام حسین را برپا میکنم، نماز واقعی من این گونه باشد، در نشستن مجلس که در عزای امام حسین هست این گونه باید باشد، بر احساسات خودم، بر غرایز خودم کنترل داشته باشم. به خاطر امام حسین علیه السلام از برخی اموری که حلالم هست، مباحم هست، باید بگذرم. و این اثر نماز واقعی است و یاد خداوند در نماز من، در عزاداری های من باید رعایت باشد. خب این اهمیت نماز را میرساند که امام حسین علیه السلام در اون روز چنین نماز بپا داشتند و من پیرو هم باید این گونه نماز را بپا بدارم. اگر حتی به اهداف انبیا علیه السلام هم مراجعه بکنیم، خب اهداف زیاده برشان شمردند که چه اهدافی بوده که خداوند متعال انبیا را فرستاده است. یکی از اهداف این است که اونها آمدن که قلب ما را، روح ما را به عالم بالا متصل بکند، ما را به این امر نشان بدهد که شما مختص به این دنیا نیستین، خودتان را باید وسیع تر از این دنیا بدانید، روح ما باید حبس نباشد، روح ما آزاد باشد. خداوند متعال می فرماید که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الا الله به اذنه. یعنی اینها کی هستن؟ اینهایی هستن که شاهدن بر ما، مبشرن، اینها نذیرن، اینها دعوت کننده هستن به سوی خداوند
متعال، یعنی اینکه ما متوجه یک عالم بالاتر باشیم. خب خانم فتحی، وقت برنامه خلاص شده، هرچند که بسیار علاقمند بودم که در ادامه صحبت‌هایتان حتما تمام اینها را بشنویم. هم بیننده‌های عزیز ما، در حال فرصت برنامه محدود است. تشکر می‌کنیم از صحبت‌هایتان و انشالله که فردا هم با حضور خانم فتحی موضوع برنامه را خواهیم داشت و شما عزیزان هم میتونید که در ادامه صحبت امروز فردا هم با ما همراه باشین. تشکر از همراهی گرمتان. شما را به خدای بزرگ میسپاریم و امیدوار هستیم که در هر جایی که هستین موفقیت و سربلندی همگی اعضای خانواده تان را داشته باشین. ما هم آرزوی بهترین لحظات برای همه شما عزیزان داریم. خدا نگهدارتان.